به خبر 8 صبح خوش آمدید. دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف وضع دستگاه‌های زباله‌سوز مازندران. آقای دکتر نوری زمان تعیین کنید، اگر تا اون زمان اینها کار رو سامان ندن حتما خلیت کنید. دستور برکناری 10 نفر از مدیران ناکارآمد مازندران پیش از سفر رئیس جمهور به این استان. ادامه بارش ها و هشدار نارنجی هواشناسی در نیمه شمالی کشور. تلاش برای بازگشایی مسیرها و لایروبی خیابانها در مشهد ادامه دارد. و دستیابی متخصصان شرکت دانش بنیان به دانش فنی ساخت محصولی برای سنجش جریان آب. دستگاهی مورد استفاده در خروجی سدها، رودخانه ها و دریاها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای 8 صبح رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. رئیس جمهور در مازندران پیگیر تسریع در صدور مجوزها شد. آقای رئیسی در شورای اداری استان مازندران گفت روند صدور مجوزها طولانی است و مردم را ناراحت و در برخی موارد حتی تولید را متوقف می کند که لازم است برای سرعت گرفتن روند پیشرفت و تولید صدور مجوزها سریع‌تر انجام شود. رئیس جمهور همچنین به استاندار مازندران و معاون اجرایی خود دستور داد برای تعیین تکلیف وضع دستگاه‌های زباله‌سوز استان زمان مشخص شود و در صورت انجام نشدن کار مسئولان مربوط عزل شوند. آقای رئیسی گفت در مازندران به عنوان استان مسافرپذیر مسئله محیط زیست اهمیت دوچندانی دارد و حل مسئله زباله‌سوزها در اولویت است. ما اون دفعه اومدیم اینجا رفتیم این دستگاه زباله‌سوز دیدیم. نمیدونم در نوشهر هم رفتیم ولی در ساری من یادمه که رفتیم دیدیم. اونجا من با مسئولین مربوطه صحبت کردم. آقای دکتر نوری زمان تعیین کنید، اگر تا اون زمان اینها کار رو سامان ندن حتما خلیت کنید. اون دفعه رفتم دیدم، تصورم بود که این دفعه راه افتاده. انتظار ما این به طور جدی بود که راه بیفته. این نباید تأخیر بیفته. این کارها یعنی تأخیر در زندگی مردم مشکلات ایجاد میکنه. جزء موارد با اولویت استان هست. هر کاری لازمه در استان در مرکزم من در خدمتتون هستم. اینو شما جزء دستور کار قبلی جزء اولویت این سفر قرار بدید. رئیس جمهور بر تسهیل فرایندهای مرتبط با کسب و کار تاکید کرد و گفت اگر دولت نقش خود را به درستی انجام دهد، مشارکت مردم در تولید عملیاتی می شود. آقای رئیسی روستای خرماکلای مازندران را نمونه عملیاتی از مشارکت مردم در تولید عنوان کرد. من سر زدم به این روستای خرماکلا. در اونجا دیدم که یه کار کاملا مردمی، یعنی جلوه مشارکت مردم رو آدم میشد اونجا دید. وقتی میگه مشارکت مردم، کاملا ما اونجا یه کار مشارکت مردمی دیدیم که در یک روستا توسط خود روستایی ها و توسط عناصر فعال روستا اتفاق افتاده. این یک جلوه و یه تابلوی است از ما میتوانیم. تولید بسیار ارزشمند، تولید صادراتی با ارزش افزوده، با ایجاد اشتغال. در جلسه شورای اداری استان مازندران بنابر اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور دستور برکناری 10 نفر از مدیران ناکارآمد استان مازندران بر اساس ارزیابی ها و بازرسی های به عمل آمده پیش از سفر صادر شد. در روز اول سفر رئیس جمهور به مازندران ده‌ها طرح عمرانی به بهره برداری رسید. از احیای 395 واحد تولیدی صنعتی تا افتتاح بزرگترین مدرسه روستایی کشور و بهره برداری از 1000 تخت بیمارستانی. او یکی از اهالی روستای خرماکلا است که توانسته تولید کننده شود. دولت که طلا 18 یار اصلا این دولت آمد سرکار ما داریم روش میکنیم. به خدا قسم، به علی قسم، به علی قسم. چرا چیه؟ چرا 3 نقطه داره؟ چرا که همه این وام داد، تحصیلات داد، همه این کارا رو کرد.
ما داریم استفاده میکنیم دیگه. در کنار هر خانه یک گلخانه. دولت چه نقشی داشت؟ دولت وام اولیه رو دولت داد بهمون، دستشون درد نکنه. همشون داشتن از این روستا مهاجرت میکردن، هیچ انگیزه ای نداشتن برای زندگی تو اینجا. بالای 2000 نفر رو اشتغال زایی کرده. راست میگه. حالا امروز رئیس جمهور به این روستا آمد، در این هوای بارانی این گونه مورد استقبال قرار گرفت. آقای رئیسی و در روستاهای مشابه در مازندران انجام شده. آقای رئیسی گفت تجربه منطقه خرماکالا نشان می‌دهد که کارهای مردمی موفق بوده و جواب می‌دهد و دولت فقط وظیفه حمایت، هدایت و نظارت دارد. امیدواریم این اقدامی که در این روستا انجام شده و در روستاهای مشابه در مازندران انجام شده توسعه پیدا کنه، که این هم توسعه اقتصادی است، توسعه کشاورزی است و ثروت آفرینی میکنه برای منطقه و برای مردم عزیزمون. آمد تا بزرگترین مدرسه روستایی کشور را با نام برکت افتتاح کند. مدرسه هم هوشمند بود و هم برنامه ویژه‌ای داشت برای مهارت افزایی دانش آموزان. ما رو آماده میکنه واسه کارآوری. ما رو برای آینده آماده میکنه که بتونیم یه شغل خوب پیدا کنیم. با این افتتاح تعداد مدارس روستایی در این دولت به 4913 مدرسه رسید. در حاشیه افتتاح مدرسه شاهد بهره برداری از 350 گلخانه روستایی با مشارکت مردم بودیم. یه فرصت خیلی خوبه، یک پروژه مهمی که ما داریم تو طرح کوچیک آب نمتن می‌کنم این هاست. در ادامه رئیس جمهور یک بیمارستان رو هم افتتاح کرد. 17 سال پیش کلنگش خورده بود. سلام 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 علیکم. سلام خانم. حال تو خوبه عزیزم؟ حال خوبه؟ چه لکه بهتر بشه؟ میرسن خوب الحمدلله. قشنگ میرسن. ماشاءالله. خدا انشالله ببخشه. انشالله بهتر بشه عزیز من. کاری بکنید که بیماران بیشتر از اون بیماری دردیگه نداشته باشن. لذا ما همه تلاشمون اینه که در حوزه سلامت کاری بکنیم که مردم آرامش داشته باشن. در این سفری که آقای رئیس جمهور انجام دادن ما 11 پروژه افتتاحی داشتیم، نزدیک 2.5 میلیارد تومان هزینه شد. برنامه امروز رئیس جمهور در جشن احیای کارخانه چوب و کاغذ کلید خورد. آقای رئیسی در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود دستور داد این کارخانه احیا شود. یک خط تولید 90000 تنی باید در اینجا تعطیل باشه. ما در مقابلش بریم واردات داشته باشیم، این قابل قبول نیست واقعا. حالا امروز آمده بود پیگیری کند تا ببیند چقدر دستورات و پیگیری هایش به نتیجه رسیدن. خیلی عالیه، تولید پاورجاست. شرکت در رسانه فروپاشی بود و وقتی تشریف آوردن واقعا دگرگون شد. عادل نیرو هم داشتید این چند وقت؟ اصلا خوشبختانه اوضاع شرکتمون خوبه، حال کارکنانمون خوبه. گزارشی که الان ما داریم رشد 10 برابری تولید کارخانه است. در حاشیه جشن احیای کارخانه چوب و کاغذ شاهد احیای 395 واحد راکت تولیدی دیگر هم بودیم. ظرفیت کارخانه 100% داره کار میکنه. 500 تا اشتغال، این عدد اینجا یه مقداری به روز نیست. اشتغال، کارگرها برگشتن، حقوقشون به روز، معوقاتشون پرداخت و به سودهی هم رسید. دوری خرابی شد دیدین، نساجی مازندران هم بود. ما همین که آباد شده، اشتغال ایجاد شده، جوان ها اومدن به کار مشغول شدن، برای ما زمینه خوشحالی بسیاری. یوسف سلامی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مازندران. دستور رئیس جمهور برای بسیج همه امکانات و امداد رسانی به سیل زدگان خراسان رضوی. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین اخبار و اقدامات انجام شده دستور داد به سرعت و با تمام امکانات به وضع سیل زدگان و آسیب دیدگان رسیدگی شود. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کمک رسانی به بیش از 1000 نفر در سیل و آب گرفتگی استان خراسان رضوی خبر داد. آقای محمودی گفت 2039 نفر از سیلاب خراسان رضوی متاثر شده اند که امدادگران هلال احمر تا ساعت 22 دیشب به 1162 نفر آسیب دیده از سیلاب امداد کردند. همچنین 18 نفر با تلاش امدادگران از سیل نجات داده شدند. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با تلاش 59 تیم عملیاتی آب جمع شده در 198 باب منزل مسکونی تخلیه شد و 8 نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند. بارش های شدید 26 اردیبهشت در مشهد به گفته مسئولان هواشناسی در 30 سال گذشته بی سابقه بوده.
بارش های رگباری که در مدت کمتر از 40 دقیقه چند منطقه در مشهد را درگیر سیل کرد. حجم بارش ها به قدری بود که در میدان انقلاب قایق به آب انداختند و در منطقه سیدی هم بیش از 100 منزل مسکونی آسیب دید. تگرگ؟ بله، تگرگ. همه تگرگ. تا اینجا پر بوده. کل وسایل داغون شده. البته امداد رسانی ها از همان دقایق ابتدایی آغاز شد. خانه ها رو مشغوله. درستی نمی کنه. سپاه از لحظه اول اینجا بود. بسیج همینطور نهایت همکاری با مردم داشتن. می گفتن فقط خانم شما بگو ما چه کار بکنیم براتون انجام بدیم. توانستیم از دیشب لایروبی کنیم، وسایلشون جابجا کنیم. تمام افرادی که خسارت دیدن رو اقامتشون رو موقت براشون ایجاد کردیم. ارزیابی شده تمام خسارت های وارد شده و پس از ارزیابی بر اساس قوانینی که انجام هست قطعا مشکلاتشون رو برطرف خواهیم کرد. وزیر کشور هم بامداد امروز به مشهد آمد تا از نزدیک روند امداد رسانی و خدمات رسانی را بررسی کند. اینجا هم یه منطقه هست که در واقع جزء بافت فرسوده محسوب میشه و طرح‌های بازسازی و نوسازی روی اینجا در دستور کار هست که بایست انشاءالله با همکاری که مردم محله میکنن این کار انجام میشه. مدیر عامل بنیاد کرامت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم خبر از کمک های تسهیلاتی به سیل زدگان داد. عزیزانی که لوازم خونشون بخشش آسیب دیده و کسب و کارهایی که در اون منطقه بودش رو بتونیم هم با تسهیلات هم با جبران بخشی از اونها کمکشون باشیم و در مناطق روستایی حمایت و پشتیبانی از گروه های جهادی از همون ابتدا انجام میشه. سیل در خراسان رضوی علاوه بر مشهد 10 شهرستان دیگر استان را درگیر کرد. 6 تا پل مسدود کردن، یک پل گذشته. بارندگی کرد که تمام روستا زیر آب رفته. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. بارش‌ها در نیمه شمالی کشور ادامه دارد. هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای این مناطق هم همچنان پابرجاست. برای اطلاع از آخرین اخبار هواشناسی گفتگو می‌کنم با کارشناس هواشناسی که اینجا در استودیو با ما هستند. آقای سرکرده، اول در مورد سیلاب‌های خود صحبت بکنیم. این سیلاب‌ها در این فصل چطور اتفاق می‌افتند؟ ببینید، سیلاب‌ها کلاً اگه بخوایم سیلاب‌ها رو تقسیم بندی کنیم، دو نوع سیلاب داریم، یه سیلاب آرام، یه سیلاب ناگهانی. سیلاب آرام معمولاً در طول مثلا چند روز اتفاق میفته، یعنی چند روز ما بارش داریم، این حجم آب جمع میشه و باعث سیلاب میشه، خب در منطقه شهری. اما یه سیلابایی هم داریم که الان از اون نوع سیلاب اتفاق میفته، یعنی سیلابهای ناگهانی در فاصله زمانی خیلی کوتاهی، چیز در حدود مثلا نیم ساعت یک ساعت بارش آنچنانی اتفاق میفته، حجم زیادی از آب قابل بارش پیدا میکنه، پس همین باعث وقوع سیلاب میشه. مثلا در مناطق شهری با توجه به اینکه سطح شهر خب آسفالت هستش، نفوذ کم هستش، نفوذ خاک کم هستش، خیلی جاها سنگفرش هستش، باعث ایجاد روان آب میشه، حجم زیادی آب گرفتگی رو ما در شهرها داریم، اگه شیب هم داشته باشه باعث سیلاب میشه. این برای شهرها. اما بریم به مناطق روستایی و مناطق ییلاقی که امروز تعطیلی هستش و خیلی ها میرن به حاشیه رودخانه. حواسمون باشه خیلی موقع ها در پایین دست هوا صافه، اما در ارتفاعات بارش رو داریم. این بارش در عرض نیم ساعت در یه حوضه آبریز باعث تجمیع میشه و در پایین دست باعث ایجاد سیلاب میشه. پس گول این هوای صاف رو نخوریم، چون که بالا دست اتفاقی میفته، در عرض نیم ساعت بارش اتفاق میفته و این تجمیع میشه در حوضه آبریز، جمع میشه و میادش تو اون مسیل سیلاب فصلی که الان خشکه، ولی میبینیم که در عرض نیم ساعت یه سیلاب آنچنانی اتفاق میفته. پس امروز از این شرایط رو داریم. در چه استانهایی؟ امروز کسایی که در استان اردبیل هستن این شرایط رو پیش رو دارن. گیلان، مازندران، گلستانی ها هم همینطور این شرایط رو داریم، یعنی شرایط وقوع سیلاب. در خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی هم بارش داریم. در استان فارس همین الان خانم خلجی مشهد مقدس و شیراز در این ساعت بارش داریم، یه ساعت پیش یاسوج هم بارش ازش گزارش شد. اما
برای امروز غیر از این استان‌ها که خطر وقوع سیلاب داریم و شدت بارش در این استان هست، یه بار دیگه عرض می‌کنم در استان اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی و برای استان فارس، نواحی شمالی و شرقی استان فارس هم همین شرایط رو داریم. بارش از نوع پراکنده‌تر در استان اصفهان، در استان کوکیلو بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری هم امروز اتفاق میفته. کرمان هم همینجور، در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم بارش داریم. شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی هم همین شرایط رو پیش رو خواهیم داشت با شدت کمتر. اما برای فردا، برای فردا هم خیلی ها میخوام بدونن که فردا چه اتفاقی میفته. فردا هم همچنان شرایط وقوع سیلاب رو داریم در استان اردبیل، در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی. پس تو این دو روزه کسایی که در نواحی خصوصا نوار شمالی کشور هستن حواسشون جمع باشه، شرایط وقوع سیلاب داریم، وزش باد شدید هم اتفاق خواهد افتاد که میتونه باعث بروز خسارت بشه در مناطق شهری. ضمن اینکه پیش بینی میشه همین وزش باد بر روی آب‌های شمالی جنوبی کشور باعث مواج شدن بشه و تهران هم امروز پیش بینی شده دماش به هولوش 26 درجه بالای صفر برسه. ضمن اینکه یادمون نره در ارتفاعات البرز هم برای امروز و فردا، ارتفاعات البرز هم امروز و فردا ما بارش رو داریم، خطر وقوع تگرگ هم هستش قابل توجه کشاورزای عزیز. خیلی ممنون، متشکرم از گزارش شما آقای سرکرده، کارشناس هواشناسی. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه در اردوگاه نصیرات 4 فلسطینی شهید شدند. در این حمله چندین فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند. اردوگاه جبالیا هم هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که چند نفر شهید و زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در شبانه روز گذشته رژیم صهیونیستی 39 شهروند فلسطینی را در نوار غزه شهید و 64 نفر دیگر را زخمی کرده است. مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن منطقه حیاتی در ام الرشراش در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد سحرگاه امروز به وسیله پهپاد یک هدف حیاتی را در ام الرشراش موسوم به ایلات هدف قرار داده است. مقاومت عراق تاکید کرد در تکمیل مرحله دوم عملیات مقاومت در برابر اشغالگری و حمایت از مردم غزه، انهدام مواضع صهیونیست‌ها ادامه می‌یابد. در کرانه باختری وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان بر اثر گلوله نیروهای اشغالگر در شهر طولکرم خبر داد. جنبش مقاومت فلسطین حماس هم اعلام کرد رزمندگان این گروه در منطقه توباس در کرانه باختری ضمن جلوگیری از ورود اشغالگران صهیونیست به شهر خسارات و ضربات سنگینی به آنها وارد کردند. گردان توباس متعلق به گردانهای قدس اعلام کرد در نبرد با نظامیان صهیونیست که قصد ورود به شهر توباس را داشتند، ضمن انهدام چندین خودروی آنها، چندین نظامی صهیونیست را به هلاکت رساندند. مقاومت اسلامی لبنان هم از هدف قرار دادن موضع متولای ارتش دشمن صهیونیستی با پهپاد موشک‌انداز خبر داد. حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد در اقدامی تلافی جویانه و در حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه، یک تیم فنی مهندسی دشمن صهیونیستی را در پادگان رامیم با گلوله‌های توپ هدف قرار داده. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن یک بالون راهبردی در پایگاه ایلانیه در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. با بازداشت شمار بیشتری از دانشجویان، آمار دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین که بازداشت شده اند به بیش از 3000 نفر رسیده. صدها نیروی پلیس با ورود به محوطه دانشگاه کالیفرنیا شماری از دانشجویان را بازداشت کردند. شماری از دانشگاه‌های دیگر آمریکا از جمله میشیگان، سان دیگو و نیو مکزیکو هم شاهد تظاهرات دانشجویان بودند و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. در مراسم دانش آموختگی دانشگاه کلمبیا همزمانی که یکی از دانشجویان در حمایت از فلسطین سخنرانی می‌کرد، میکروفونش قطع شد. The mass graves outside of El Shifa Hospital found while we sat in our classrooms learning about investigative به نوشته نیویورک پست، با قطع سخنرانی این دانشجو شماری از دانشجویان فریاد زدند که اجازه بدهید صحبت کند. در نیویورک هم مردم و حامیان صلح در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. در این تظاهرات که شماری از خاخام‌های یهودی هم حضور داشتند، معترضان شعار دادند که فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد شود.
آنها همچنین انتفاضه را تنها راه حل برای مسئله فلسطین دانستند. ما آمریکا با مشکلات زیادی روبرو هستیم. ما باید کمک به اسرائیل را قطع کنیم و در آموزش، بهداشت و برای رفع مشکلات دیگر کشورمان هزینه کنیم. وکیل چهار دانشجوی دختر دانشگاه آریزونا هم که پلیس به زور حجاب آنها را برداشته میگوید این دانشجویان آسیب روحی روانی دیدند. به گفته وکیل، پلیس این دانشجویان دختر را 15 ساعت بدون حجاب بازداشت کرده و به پایشان قل و زنجیر بسته بود. راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم در 4 استان برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی ساخت محصولی برای سنجش جریان آب دست یابند. این دستگاه در خروجی صدها، رودخانه ها و دریاها نصب می شود و می تواند اطلاعات دقیقی از جریان های آب ارائه دهد. سنجش جریان متغیر آب با سخت افزار طراحی و تولید شده به دست متخصصان مجموعه دانش بنیان. تو محیط دریا ما جریان ناهمگنی داریم، جریان نامنظمی داریم. هر نقطه از دریا ممکنه یک سرعت و یک جریان خاص خودش رو داشته باشه. این دستگاه با استقرارش در یک منطقه وسیع چند کیلومتر میتونه اطلاعات لازم اون منطقه رو رصد کنه. چنین فناوری در چند محیط کاربرد دارد. در لول کانال ها، مثلا خروجی سطح ها، کانال های استانداردی هست که با دقت بسیار بالایی میتونه سرعت و جریان کانال ها رو اندازه‌گیری کنه. در لول رودخانه این که بستر ناهمگن طبیعی دارن، ما میتونیم سرعت و دبی رودخونه رو با دقت بالا اندازه‌گیری کنیم. در مدل رودخانه، مدل دریایی، ما میتونیم اطلاعات جریان‌های یک منطقه وسیع دریایی رو در واقع مثل سرعت جریان، دمای لایه‌های مختلف آب رو شناسایی کنیم. مزیت دستگاه طراحی و تولید شده نسبت به نمونه‌های خارجی آن، کاربریش ساده شده و با حتی کاربرهایی که در واقع متخصص نیستن برای نصب و راه اندازی دستگاه میتونه در واقع این دستگاه رو به راحتی در کنار یک محیط آبی، کافیه فقط سنسور دستگاه با آب در تماس باشه، یعنی 20 سانت زیر آب باشه، دستگاه رو روشن کنی، در لحظه آماده بهره برداری و مانیتور کردن اطلاعات محیط آب هست. این امکان سنجش جریان آب از چند بخش تشکیل شده. اجزای مختلفی داره، از جمله تراگذار داره یا ترانسدیوسر هست که داخل محیط آبی قرار داده میشه که وظیفش ارسال و دریافت صدا هست. اجزای دیگه ای که داریم بحث استیکارت هست، رزبری پای هست و حالا ما پیشرفتش کردیم و مانیتور و موارد رو بهش اضافه کردیم که بتونیم به صورت آنلاین و لحظه‌ای داده برداری که انجام میگیره تحلیل بشه و نتایج نمایش داده بشه. جمهوری اسلامی ایران سومین کشوریه که به چنین فناوری دست یافته و با وجود محدودیت‌ها و به همت متخصصان این مجموعه دانش بنیان اون رو به دو کشور امریکا و کانادا هم صادر کرده. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان سینمایی سوره در 35مین نمایشگاه کتاب میزبان مخاطبان با محوریت معرفی آثار اقتباسی است. ساعت کار نمایشگاه کتاب امروز جمعه با 1 ساعت افزایش تا ساعت 21 تمدید شده است. نمایشگاه تا فردا در مصلای تهران برپاست. فیلم رو ببین، کتابش هم بخون. جمله این که در نمایشگاه کتاب تهران نظرمون رو به خودش جلب کرد. ما یه غرفه اینجا داریم که معرفی فیلم و منابع میکنیم. از فیلم هایی چون آسمان غرب و آپاراتچی. از تو مردمو چیکار کنم؟ نمیگن رفته نقشه یه شکنجه‌گر بازی کرده؟ من مجبورم که آفریقا رو دور بزدم. تا مجموعه های تلویزیونی هیس، هیچی نیست و سوران کتاب هایی بودند که دیدنی شدن. وطن کردستان. قصه های مجموعه بابا بام هم به کتاب تبدیل شده. با مامان و بابام آخر هفته رفتیم روستا، خونه مادر جون. بابا بام یک محصول انیمیشنیه که بعدتر از روی انیمیشن کتابش هم طراحی شد. این جزء اولین
اولین لحظات یا اولین اتفاقهایی است که این چنینی که بر اساس یک انیمیشن یک کتاب طراحی شده. کمی آن طرفتر داخل مصلا انتهای راهرو 22 نمایشگاه کتاب کتابهایی قرار دارند که این آثار از اونها اقتباس شدن. آپاراتچیه و یکی شاسمان غربه که اینجا بلیت سینمای نیمبهاشو به مردم خدمتشون ارائه میکنیم و برن ببینن. اقتباس هایی که از نگاه مخاطبان موفق هم بودند. کتاب ها یه اثر هنری فوق العاده‌ن و همیشه احساسات و همه چی رو میرسونن. در نتیجه اگه از روشون یه اثر هنری دیگه خلق بشه، اون اثر هنری بهتر از هر اثر دیگه یه. تأثیر تصویر خیلی بیشتر از کلامه و بیشتر تو ذهن مخاطب میمونه. اگر یک کتابی کشش داشته باشه که اقتباسی ازش صورت بگیره خیلی جذابه. یه داستان لزوما وقتی که به کتاب تبدیل میشه خیلی متفاوته. من یه خاطره رو خوام تعریف کنم تو کتاب خیلی بهتره، حتی قابلیت اینو داره که مثلا به یه فیلم، به داستان مثلا ژانر دیگه ای تبدیل بشه، مثل کومیک. در حال حاضر هم کتاب هایی چون قرارگاه سری نصرت، ماتیخان و آبنبات هلدار در حال به تصویر کشیده شدنن. در میان پرفروش های سوره مهر کتاب عصرهای کریسکان هم دیده میشه، کتابی که مجموعه تلویزیونی برگرفته از اون با نام سوران از پرمخاطب های سیما بود. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز جمعه 28 اردیبهشت، 9 ذی‌قعده، 17 می است. در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم اذان ظهر در تهران ساعت 12:01 و اذان مغرب ساعت 19:25 خواهد. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتان. روز تعطیلی خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.